شاید خیلی سوال برای جوانای ما پیش بیاد. مسلمانه، خدا رو قبول داره، اما نماز نمیخونه، اما روزه نمیگیره، اما اعمال اسلام رو انجام نمیده. میگه من بدون نماز به آرامش رسیدم. نماز لازم نیست، نماز میشه تو دلت خون. خدا نیازی به نماز من نداره. این سوال برای خیلی از جوانای ما پیش آمده. شما وقتی که یک وسیله برقی رو میخرید، یک کاتولیکی همراهشه. اگه دوست دارید اینو استفاده بکنید، یک کاتولیکی همراهشه. با طبق اون کاتولیکی که همراهشه چه کتاب راهنما از اون استفاده بکنید. اگه طبق اون کتاب راهنما استفاده نکنید، اون ابزار به تو ضرر میرسونه یا میسوزه، کارآمد نیست. قرآن کتاب راهنماست. دوم، یه مثال ساده، وقتی شما توی شرکتی کار میکنید، نیاز به اون پول دارید، به اون حقوق دارید. صاحب شرکت، مدیر شرکت یک برنامه‌ای داره برای چه کاریش، یه صفحه فرم میذاره جلو به تو. وقتی که میخوای استخدام بشید، میگه اول این فرمو پر کن، امضام بزن، بعد شما کارمند ما هستید. خیلی عجیبه. اون فرمو میخونید یا ناخوانده امضا میکنید، چون به اون پول لازم دارید، به اون پول نیاز دارید، امضا میزنید و از فردا حتی لباس فرم میپوشید. مقید سر ساعت 7 باید تو شرکت باشید، ساعت 2 بعد از ظهر مرخص میشید، روز 8 ساعت باید کار بکنید. کار تو اینه. اگر طبق مقررات اون شرکت عمل نکردید، از شرکت اخراج میشید، حقوقت هم بهت پرداخت نمیشه. ولی وقتی نوبت اسلام و خدا میرسه، نه ما خدا رو قبول داریم، ولی نماز نه، روزه نه. اینا دست و پاگیره، اینا سخته. خدا هم تو رو از بندگی خارج میکنه، همونطوری که از شرکت بیرونت کردن. خدا میگه من چنین بنده ای لازم ندارم. اگه کسی خدا رو قبول نداره، آزاده. لا اکراه فی الدین. خدا نمیخواد خودش رو تحمیل بکنه بر کسی، میخواد ارتباط بنده با الله عاشقانه باشه، عاقلانه باشه، بر مبنای خرد و هوش و معرفت و شناخت باشه. بیا با حوری جنت منه برگردنم منت، نهایی مقصدم چون رویت ستار میگردن. وقتی اصل رو قبول کردید، باید کل برنامه ها رو تا آخر اونطوری که خودش گفته. اگه طبق اون کاتولیک کتاب راهنما عمل نکنید، سلیقه شخصی خودت، خدا میگه من همچی بنده ای نمیخوام. خدا اون روز نیاره که بگه من فلانی رو نمیخوام. نتیجه عمل کرده ما.